آزادی خواهان شایسته ترین اساطیر سرزمین ها هستند. با ارزش ترین نشانه ملی شجاع بودن آنهاست. نیمه شب تلخی که زینب جلالیان را به مانند راهزنان از من جدا کردند، درد در من شعله می کشید. آنچنان که کسی انگشتش لای دری مانده باشد ولی بی صدا فریاد کند. من و زینب های بسیاری فریاد قاطع و کوبنده نب اعدام سر خواهیم داد و پژواک صدای من از لابلای میله ها به بیرون خواهیم ترستاد. اجازه ندهید بهترین فرزندان این آب و خاک در میان زندان، تبعید و شکنجه و اعدام با مذبوحانه ترین اقدامات دردمنشانی این رژیم مستبد و غیر ایرانی و ضد زن روبرو شود. جمهوری اشغالگر اسلامی که خود را پاسدار حقوق مردم و نگاهبان تمامیت ارضی کشور معرفی می کند، اولین ناقض حقوق مدنی و انسانی و شهروندی مردمان بوده و تمامیت ارضی و دریاها و کوهها و جزیره های کشور عزیزمان ایران را به استعمار پنهان و آشکار بیگانگان داده. مردم ما در دوره‌های مختلف تاریخ پرفراز و نشیب علیه استبداد و استعمار به پا خواستند تا وابستگی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی به استعمار پنهان و آشکار را نمایان کنند. من قشر آگاه و مسئول جامعه در سنگر دانشگاه، مدرسه، اداره و مساجد را به روشنگری و همبستگی آحاد ملت ایران در برابر حاکمیت شیطانی دعوت می‌کنم. آگاهی یکی از ویژگی‌های بارز هر انسانی است که با شناخت دقیق از حقوق مدنی و شهروندی تکامل پیدا می‌کند. مطابق اصل 27 قانون اساسی پر اشکال رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی آزاد است. اما حکومت سرکوبگر با نیروهای بسیجی آتش به اختیار و غیر مردمی و نیروهای تروریستی آموزش دیده غیر ایرانی با حمله مسلحانه به مردم و آتش زدن بانک ها و اماکن در پی کسب بهانه‌ای برای سرکوب گسترده مردم آزادی خواه و صلح‌جوی ایران بوده و هستند. سلاحی که مردم ایران خود را به آن مجهز کردن سلاح خرد و دانش و آگاهی است. آنها ماهیت فریبکارانه و پر از دروغ و فریب و جنایت جمهوری اسلامی را دریافتند. 40 سال است که حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی با استفاده و سوء استفاده از باورهای مذهبی مردم و اعتقادات آنها دست به همه گونه جنایتی زده و سرمایه های مالی ملی و میهنی را به صرف تروریسم بین المللی که همان صدور انقلاب خود هست که در اصل 11 قانون اساسی نگارش کرده قرار داده و با حیف و میل نمودن دارایی های مردم در حساب های شخصی خود و وابستگانشان در اروپا و امریکا مردم کشور ثروتمند را فقیر نگاه داشتند. قانون های پرخروش فریاد فرزندان هوشیار این آب و خاک در دهه های مختلف راهش را با اعلام نارضایتی متعدد از حاکمیت شیطانی از میان جوخه های اعدام، شکنجه های قرون وسطا، زندان های دراز مدت ادامه داده و در اوج خفقان و اختناق رژیم استبدادی انگیزه مشخص و نوینی در فکر مردم داخل و خارج شکل گرفته است. افشاگری و انعکاس مبارزه به وسیله یکایک مردم آزادی خواه ایران بنیانهای این حاکمیت شیطانی را متزلزل کرده است و این حاکمیت دروغگو و نیرنگباز مجبور به کاستن فشار و به اصطلاح باز کردن فضای سیاسی کشور شدند تا به گمان خویش دریچه اطمینانی به منظور پیشگیری از سقوط حتمی خود بگشایند. زهی خیال باطل که ملت برآشفته و آگاه و مصمم فقط به براندازی رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی، رفراندوم و برقراری یک حاکمیت صلح‌جو و مردم در رفاه و آزادی راضی خواهند شد. به بیان دیکتاتورها وقتی میخواهند سقوط کنند، مهربان میشوند. قوه قضاییه میبایست مستقل عمل کند و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول گسترش اجرای عدالت باشد. مطابق اصل 168 قانون اساسی، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی میبایست علنی و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت پذیرد. تأسف آور که هیچ یک از حقوق افراد که در جریان اعتراضات دستگیر شدند محترم شمرده نمیشود و آنها از رادیو و تلویزیون ملی خود در جهت اشاعه اندیشه های تروریستی خود در خاورمیانه و ترویج خصلت‌های تخریبی و اعترافات اجباری و مستندسازی دروغ و عملیات‌های روانی پیچیده بهره می‌جویند تا با پیروی از چنین قانونی آزادی و حقوق بشر را نشانه گرفتند. سیستم قضایی جمهوری اشغالگر اسلامی محصور در اختلافات سیاسی جناحین اصولگرا و اصلاح طلب و تحت نفوذ نیروهای اطلاعات سپاه به سلیقه آنان عمل می‌کند.
رژیم فکر میکند برای مهار آتش خشم مردم و به خاک و خون کشیدن اعتراضات و سرکوب گسترده مخالفان و اعدام بهترین فرزندان این آب و خاک میتواند پایه های ظلم خویش را مستحکم نماید، در حالی که خون تازه‌ای در رگهای انقلاب دموکراتیک مردم جاری گشته و کشور میرود به سمت یک اعتصاب یکپارچه و تظاهرات خیابانی گسترده. همبستگی زنان و مردان در مبارزه سیاسی، به خصوص نقش مؤثر و حضور پررنگ زنان در تمام صحنه ها، محاسبات و مناسبات مقام های جمهوری اشغالگر اسلامی با استعمارگران خارجی را برهم زده و سیستم قضایی حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی از قضات عادل، دادرسی عادلانه و بی‌طرف و آشنا به ضوابط دقیق و تشکیل کمیته های حقیقت یا برخوردار نیست. لذا از مردم کشورم به عنوان یک حقوقدان درخواست دارم در راه مبارزه با اعدام وفا بخیزند با خواسته همه با هم علیه اعدام.